امشب قراره که کیاروکنی توی کیش اجرای بیت باکس داشته باشه و من اونجا نیستم. این خیلی ناراحت کننده است. واسه همینه که من خیلی یهویی تصمیم گرفتم برم کیش کیا رو سورپرایز کنم و یه ولاگ خفن از کنسرتش بگیرم. توی این ماموریت غیر ممکن قراره که دوتا آرمین به من کمک کنن. پس با من همراه بشین. فقط قبلش یه لحظه ببخشید. اینجا چرا کثیفه؟ یو، خوش اومدین به کیش. دما در حال حاضر اینجوری که دست من تشخیص میده بالای 50 درجه است، شاید 53-54 باشه. آفتاب به شدت سوزان و کشنده است، یه جوریه که واقعا آرزو میکنی تو جهنم بودین. یعنی خداوند وقتی خواسته که جهنمو طراحی کنه، لابراتوار رو توی کیش طراحی کرده، اول گفته بذار ببینیم یه تست بزنیم ببینیم اینجا چطوری پیش میره، بعدش گفته دست خوش به سر، میتونیم توی وسط تیر ماه اینجا کف زمین تخم مرغ درست کنیم، میتونیم هم امتحان کنیم. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم داشتم آرمین شکور در راهی که بیاد دنبال من و بریم به اسکانگاه. من الان حدوداً 5 دقیقه است که توی هوای آزادم و همین الان از تک تک سوراخ‌های بدنم داره عرق میزنه بیرون. یعنی الان اینا رو نگاه کنی 5 ثانیه دیگه قشنگ خیسه و من 4 دست تیشرت آوردم برای یه شب. What؟ که حس میکنم کاملا تصمیم درستی بوده. حس میکنم حتی کمم آوردم، بعد 5 6 تا می آوردم با این گرمایی که مشاهده میکنم. و اینجوری که به نظر میاد هیچ کاری تو این هوا نمیشه کرد. یعنی من هیچ آپشنی ندارم غیر اینکه بریم تو فضای سربسته و چه میدونم پاساژ اینجور جا. اوه، نیاز به شلوارک دارم، چون میدونی که شلوارک نداشتن تو ایران. یو واتساپ، خوبی؟ قربونت، سلام. برای بچه فریکی بودن رد شدن، خیلی هم زوخ کردم پسر، حرکت مریض آکوارد شد همه چی، فرار کنید. داشتم میگفتم که چیزی که ما بهش نیاز داریم شلوارکه، چون شلوارک نداشتن توی کیش یعنی باخت، گیم اوور. پس لیتس گو. اون داداشی ها رو میبینین اونجا که شلوارک دارن، اونا قطعا دارن بیشتر من لذت میبرن توی این هوا. فقط به من بگو آرمین شکور کجایی؟ از یکی از جاذبه‌های گردشگری کیش میشه به تاکسی‌هاش اشاره کرد که تاکسی خیلی با کیفیتیه، کولرای خفن داره، صندلی‌هاش نرمه. بعضی وقتا دوست دارم واقعا بیام کیش زندگی کنم تا اینکه به این فکر می‌کنم که یه جزیره کاملا ایزوله است. فکر کن خودتی و خودت، آدما میان و میرن ولی تویی که پایداری، مثل زندگیه، مثل روابطه. من دوباره فاز فلسفی گرفتم. بابا درمون بیار لعنتی، دو روز فاز فلسفی نگیر ببینیم دنیا چه خبره. بچه‌ها الان 10 دقیقه است که توی هوای آزاد هستم، واقعا دارم پزیده میشم، یعنی پختیده شدم. میتونین الان منو میل کنید. کاملا پخته، یعنی مثلا پیر میدیوم ریر این چیزا هم نیست. ویل دان شارمین اکور کجایی؟ تو رو خدا بیا نجاتم بده. آرمین شکور حدودا 17 دقیقه پیش به من گفت که داداش من 7 دقیقه دیگه میرسم و من به امید اون از سالن زدم بیرون، ولی الان 17 5 دقیقه گذشته و آرمین نرسیده. من از تک تک سوراخ‌های بدنم داره عرق میزنه بیرون. این تیشرته دیگه الان به درد نمیخوره، من باید همینو باید برم دوش بگیرم. بابا من میخواستم حداقل الان دوش دریا بود. چرا کیشه؟ ققنوس، ققنوس میسم. برو برانشو برانشو سیاره سوراخ سوراخ میسم. اه 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 چندش قوم میسم. مزه 323 میسم. باشی چوره به مولا ولت نمی کنم. واسه همه سخت ولی برا من گرمه، واسه همه سخت ولی برا من گرمه، واسه همه سخت ولی برا من گرمه. آرمین شکور کجایی بابا؟ اسکل بچه یا یا قافیه با گرمه چی داریم؟ پرده؟ نه خوب نیست. شرجه حاجی هوا شرجه. یکی داره بهم زنگ میزنه. شارمینه، شارمین اکور کجایی؟ کجایی برادر؟ داداش من نزدیک این میدونم که یه کره زمین تیکه تیکه است. بابا دست خوش، الان میبینمه. حل فردا با بچه ها طبق افسانه های محلی بچه ها قراره برسن. یعنی ممکنه اون مستانگه باشن، ممکنه اون مستانگ مشکیه بچه ها باشن. حاجی حاجی بگو اونان، بگو اونان. نه اینا نیستن، خودشه. وای پسر خودشه،
بوی به سر خودشه. بابا کی بودی تو؟ شارمی نکن داداش، داشتم غبطه میخوردم به ماشین های کیش که با یه ماشین کیشی اومده. بابا دست خوش داداشم، راننده حالم بده آرمان. داداش چرا؟ حالم بده. مگه میشه پیش من باشی و حالت بد باشی؟ حالم بده. یو 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 داشتی ها، من اومدم خونه داشتم. اینجا خونه مهدی؟ آره خونه توه؟ خونه هم داشتی ها، من اومدم خونه یکی از بروبچ، یکم باید آروم صحبت کنم. داشتم علی رو خوش مشاهده میکنین چاکس. یکی از داداشا اینجا خوابه، واسه همین keep it low. و خبری که براتون دارم اینه که قراره بریم کجا؟ دریا. امیدوار بودم بروبچ صورت منو مشاهده میکنید. این عرق و گویای اینه که من حدوداً 7 دقیقه توی آفتاب بودم، داشتیم آب رادیاتور ماشین رو چک میکردیم. چه ماشینی؟ دوج چارجر آرتی 2009. یعنی ممکنه یه دست شما که ویدیو رو داریم میبینیم ماشین قبل شما به دنیا اومده، ماشین داداشم مهدی. شما یه کولر بگیرید، تلف نشید تو این گرما، نمیخواد پوز سنتون رو بدید. شما فقط رو خوبین، حرکت هایی که توی این ماشین زده شده رو بین و کثیفی ها رو سعی کن نبینی. میدونی کثیفی ها رو ببینی اینجوری که داشت منتی؟ چرا با این ماشین مهربون نیستی برادر من؟ یه مدت نبودم. حق داره ناراحت باشه. هر ماشین جای این ماشین بود الان طلاقت داده بود، اصلا نمیروند برات. بگم داداشمون چی کار کرده داشت؟ بگم الان داشتی چی کار میکردی؟ نه داداشمون آب رادیات نداشت، آب معدنی، 3 تا بطری آب معدنی ریخت تو رادیات به اضافه 2 قلوف روغن تو رادیات. گنگی بمون. بریم ساحل. خب بروبچ، من کنار ساحلم، هوا به شدت فاکن گرمه. به خاطر همین تنها چیزی که میخوام اینی که برم تو آب، دوربینو میذارم اینجا و let's go. احمد محسن یا احمد بچه از اون فاصله فایده نداره. بیا این دمپایی رو در بیارم. آه شت، بیاین با هم بریم در آبهای آزاد. البته اینجا آب آزاد محسوب نمیشه چون توی خلیج ایرانه، ولی چند ساعت کیلومتر برین اون برطر بکنم آب آزاده. بس از صفاه ها، یعنی تنها چیزی که باعث میشه بتونی توی دمای 50-60 درجه دووم بیاری و شرجی 90% اینه که اینجا تو آب یه مارما اردکی تنها به روی آب حراش و بسته میخواد بچه لاک پشت یه مارماهیه. آقا شما چی هستین؟ من خودمم. تو چی داداش؟ من انسانم، شما ولی مارماهی به نظر میای. نه من کوسم. کوسه ای؟ آجی میگن کوسا باید دوری کرد، ولی آیا میدونستیم تعداد کشته های کوسه در سال از تعداد کشته های سلفی کمتره؟ این آقای کوسه میتونه تایید کنه. شما کسی رو نمیکشی نه؟ آدم خوبی هستی. والا من بعضی وقتا که یه ذره خانومم میره مسافرت شیطون میشم، پا میشم میرم لب ساحل هی بابا دو سه تا بچه اونجا لب ساحل از توی آب یه دو سه تا ماهی میزنم میبرم خونه کباب میکنم. ماهی کبابی که هممون دوست داریم. من ویجیتریان هستم. آجی بیا زیر آبو ببینن یه لحظه. دوش چشام به چخ میره. نه اوکیه، بیا 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 بیا. اینم میگه ببریمش، اینم میگه ببریمش. انگار که خنک میشین بچه ها. بیای دارم گوپرو به چخ نره. ادیتور اینجا رو نداشته باشه. زنم خالی میشه باشه. هلیکوپتر هلیکوپتر لا لا لای لای بچه من دارم میرم. یه رگه آب گرم، یکی سرد. آره رگ سرده اینجاست. بیا تو خطم، میام رو خط تاجی. ببین یه جوریه که در اوج این که انگار
فراستریتد میشی، رستتو میکشه، بهت فشار میاد، گرما داره تبخیرت میکنه، اینجوری که آخه چشخانی دارم میکنم دلتون بسوزه. مرسی کیا رکنی که به خاطر اجرات من یه حفاظشو گرفتم اومدم کیش. ولی بچه ها الان فصل کیش نیست. بای چرا واقعا فصلشه و اپلیک کنم دادوش خوب چقدر تو هریاش گوششو انداختی بیرون گوشای من رفتی و رفتی و این دل من منتظر آخر شب نگاه سرد تو از پشت تلفن میکنم بوس. چه ربطی داره؟ لا لا لای لای لا لا لای رگه یا چی؟ خونکه؟ بعد میگم اصلا میام رگ تا جی. بیا اینجا رگه رو بگیر. بیا همینجا. بسر که خونکه. آره هستمش من میخوام اینجا زندگی کنم. اینجا تکون نمیخورم این رفت که تو باید رشد کنی، باید برای رشد کردن تغییراتی ایجاد کنی که تو رشد کنی. حلفش داریم بچه‌ها. خواستیم راستی شلوارک بگیریم بعد شلوارک تاکتیکش مثل اهوازه. کلا شهرهای گرم اینجوری هم مثلا برخلاف تهران که یه سر مغازه بازن، شهرهای گرم معمولا اینجوری هن که صبح باز میکنن تا طرفای یک میرن خونه، دوباره پنج میان تا مثلا در یازده شهر. آخ خاش آره. مرکز تجاری تو کیش خوراک چیزای چرت و پرت واسه خریدن. واقعا یه چرت و پرتای مریض اینجا پیدا میکنی خیلی حال میده. آه من بچگی دوست داشتم میام کیش، بعد تا مثلا دو سه سال پیش نیومده بودم، بعد یهو یه روز فازشو گرفتم تنهایی جمع کردم اومدم اینجا، دو سه روز موندم انقدرش کردم. این چیه حاجی؟ فکر کنم نامه توشه. نامه که توشی؟ ولی کدوم آدم احمقی اینو انداخته تو آب؟ فرهنگ سازی. خاک تو سر اونی که این بطری رو انداخته توی دریایی به این خفنی. این بطری رو میدونی بعد میذاش کجا؟ باید میکرد تو کو. دقیقاً تو همون کوچه، تو صدل آشغال همون میام کوچه. میام تای همون کوچه یه کاری باید پشت شمشادا میکنم. بوست میکنم که آدم خوبی شی. چون که دیگه آشغال ما همه رو با مهربانی میکشیم. به قول خارجی‌ها که میگن کیلم بیت کوین نیست. ببین من خودم دارم غرق میشم که این بطری نره تو. آره. ما مثل اون ترنده ایم که میگه من با هیچ کس دشمنی ندارم اما همه دوستم. حتی اینی که اینو باید میکرد تو کوچه و گذاشت توی دریا. چرا میذاری تو دریا؟ آه پرتش کن اونور بخندیم. نه یعنی چی؟ حاجی باش پرواز کن. اتل متل یه موچه قدم زد تو کوچه اومدی کم. بچه ها بریم بعدیش. 3 2 یو واتس اپ. ساعت حدوداً 6 و آب توی گوشم گیر کرده. یکم یه دو ساعتی توی دریا بودیم همچین روسمو کشید بیرون میدونی، انرژی رو تخلیه کرد ولی من پر انرژی مشتی اینطوری آمادم که برم سمت هدفهای بعدی. هدف اول خوردن قهوه است. توی هدفهای ثانویه خرید شلوارک رو داریم چون دوباره شلوارک میخواد توی کیش بگو به شلوارک بود. و هدف سوم سورپرایز کردن کیا. مامورای اطلاعاتی من در این لحظه کیا رو کاملا زیر نظر گرفتن و من منتظر بهترین لحظه‌ام که بوم اتک بدم، سورپرایزش کنم، پشمش بریزه و بعدم بریم اجراشو ببینیم. ولی اول قهوه. صورتم هم یه ریز سوخته از توی دریا بودم برای 2 ساعت. برابچ من خیلی یهویی توی موقعیت قرار گرفتم، آرمین با ماشینش اومده دنبالم و من الان توی صندوق اینجا خف کردم منتظریم کیا بیاد یهو سورپرایزش کنیم پشماش بریزه ببینیم چی میشه. اگه دیدی داره میاد سمت صندوق یه اشاره ریز بهم بده. یارو کمی کجا روی داداشی بیام میخوام سوره ببرم زد کنم نه قفیه نه برد نمیچسم یه بالی گیر کیا روکنی کجایی بیام میخوام بکنم تو رو قافل گیر بوشت بس کن رشته کچولو. سلام آقا کیا خوبی؟ I'm on a sugar crash I'm gonna fucking get
پشمات ریخ پسر. اینجا چی کار میکنه؟ چند نفر اعتمال میدادی منو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ داداش من تیول عرض میکنم میام داشتهامو سپرایز کنم اجراشونو عدست ندم. مگه میشه تو اجرا داشته باشی من واسه یه شبش نیام؟ مگه میشه؟ براو. به چیزی که میخواستیم رسیدیم. کیاروکی پشماش ریخ سپرایز شد. داشت خوشحالم. آقا خسته نباشی من میرم. خدا نگهدار. پشم کنسله. مرسی از داداشم. میشه آرمین زوجاجی که همون کرد. چطوری داشت بیا؟ داداش من مثل این الان عرق کردم نگاه کن. آره داداش همه جای آدم عرق میدونه تو این کشور. چرا آخه تو اینجا؟ داداش دیگه گفتم اجرا داری بیام اجرای داداشم. برای چی اومدی؟ آتفه اومدم ببینمت به خدا. آره دوره هم گفتم دیروز اینجوری بودم گفتم حاجی کیا کیش اجرا داره خیلی وقت کیش نرفتم یه روز برم سورپرایز و اجرا رو داشته باشیم و عشق کنیم دوره هم و صفا سیتی کانز باشه. داداش صفا باشه. آره مرداد هم میدونه؟ با مرداد و آرمین هم هنگ کرده بودم. وای پشمام. بچه ها موفق شدیم به چیزی که میخواستیم رسیدیم. آخ سر داداش آرمین میزنی کنار من بیام جلو. نه داداش همونجا دیگه بمون. تاوان داره رفاقت و اونجا میمونیم. نه بله اگه با هر رفاقت تاوان داره با تیزایش کنم تموم شد رسیدیم. بچه ها وقتشه بریم تو کار اجرا. Let's go. ریشه بیت باکس از آمریکا میاد. ولی اونجایی که هر چیزی پاش به اینجا میرسه باید گرد ایرانش بشینه. ریتم ایرانی هم داره. ایرانی هم بشنبی؟ نظر از بکنه؟ خیلی ایرانی، پالتو ولی داره ها صرف هم بگیم داره. نگاه که مثلا برای بچه میدونم که دوربین خیلی کثیفه ولی مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. داشتگی ها فکر کنم خوب سورپرایز شده. مراقب خودتون رو داشتین، خودتون رو دوست داشته باشین و تا یه ویدیوی دیگه بیری که بمونین.